پس از حمله اخیر اسرائیل به تاسیسات نظامی ایران تنش میان تهران و تلویب بار دیگر به اوج رسیده و گمان درباره واکنش احتمالی ایران افزایش یافته است بسیاری انتظار داشتند با این حمله درگیری ها پایان یابد اما همین امروز علی خامنه ای آب سرد روی دستان همه و تهدید کرد که پاسخ کوبنده و دندان شکن به اسرائیل خواد داد تهدید خامنه ای در حال صورت می گرد که اسرائیل ادعا می کند سامانه پدافند هوایی جمهوری اسلامی را تا حد زیادی از کار انداخته است ادعایی که جمهوری اسلامی آن را رد می کند در برنامه دیدگاه همشب با دو تحلیلگر نظامی و سیاسی و بررسی ابعاد حمله نظامی اسرائیل به ایران و پاسخ احتمالی جمهوری اسلامی می پردازی. با ما همراه باشید. درود بر شما من مسعود ملک میزبان شما هستم مهمان من در این برنامه دیدگاه آقای حسین آریان کارشناس امور نظامی و راهبردی از لندن و من گونه خانم فاطمه امان تحلیلگر ارشد مؤسسه خاور میانه در واشنگتن هستند اما در نخست بخش سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را با هم میبینیم اینجور نیستش که حرکت دشمن از طرف کسانی که به عنوان نماینده ملت ایران تلاش دارن میکنن در مقابله با دشمن فراموش بشه نه فراموش نخواهد شد دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اون چه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد دوباره خوش آمدید مهمان عزیز وقت شما بخیر سپاس هستم که در دیدگاه مهمان من آقای آریان یاریان میخوایم بسه با شما آغاز بکنم و با این سخنانی خامنه ای این که دشمنان جمهوری اسلامی پاسخ دندان شکن دریافت خواد کردن به چی منه؟ درود و درود به خانم امان خب بعد از حمله به حساب روزهای توبه که اسرائیل انجام داد علیه ایران در اونجا خامنه ای یک به حساب اظهاراتی بیان کرد که خیلی محتاطانه بود حالا به حال در سالگرد آستانه 45 مین سالگرد گروگانگیری در سفارت آمریکا قدری اون تم به حساب صحبتاش رو برده بالا مسئله اینی که برای جمهوری اسلامی واقعا در یک وضعیت بسیار مشکلی قرار گرفته کاری رو که اسرائیل انجام داد با توجه به اطلاعاتی که در اختیار داریم یک حمله کلاسیک هوایی بود به 23 هدف در چهار استان کشور یعنی ایلام و خوزستان و تهران و سمنان 23 هدف را زد ولی نکته اساسی اینی که اسرائیل از قرار معلوم در موج اول و سپس موج دوم و سوم رادارهای زود هنگام زود دادنده جمهوری اسلامی رو از بین بود به ویژه در نخجیر سایت های دیگری را هم کوبید ادعا میشه که چند باتری یا آتشبار اسی را هم از بین برده توان جمهوری اسلامی رو برای تولید سوخت جامد کاهش داده حمله کرده به یکی از اون نقاط و اهداف دیگر ولی نتیجه کلی اینی که راه باز شده حالا بدون پدافند هوایی مؤثر برای جمهوری برای اسرائیل و این رو خود اسرائیل هم بارها بیان کرده حالا اونچه که جلوی جمهوری اسلامی اینه که اگر پاسخ ندهد این به عنوان به حساب ترس و بیم از اسرائیل خواهد بود و همینطور به چهی رو که در جلوی به حساب گروه های نیابتی داده به در این حال اسرائیل حمله خواهد کرد حتی پاسخ هم ندهد این دروح. برداشت منه اگر پاسخ هم بدهد باز اسرائیل حمله خواهد کرد بلی. و هم فکر می کنم که دارن این رو هزینه و فایده می کنند که چه موقع به باور من پاسخ بدن به اسرائیل سپاسگزار استم آقای آریان. ولی خانم امان به نظر شما این جدیت در لحن خامنه ای و هشدارش به اسرائیل برخواسته و آمده است چی بود؟ چیزی را که آقای اشاره روی دا رویش داشت ولی دید و نظر شما چی است من هم سلام عرض می کنم. خدمت شما بینندگان عزیزتون و جناب آریان آریان گرامی ببینید من راستشو بخوان اونقدر تعجب نمی کنم از اظهارات آقای خامنه ای بالاخره همونجور که آقای آریان اشاره کردن هم فشارهای داخلی تندروها هست در مورد ایران بر بسلا مقابله با اسرائیل هم این که نگرانی هست از حمله مجدد اسرائیل حتی اگر پاسخی داده نشه اظهارات آقای خامنه ای مقطع زمانی انتخاب شدهش به عقیده من بسیار اهمیت داره کوتاه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست هم اسرائیلی ها از این مرحله زمانی استفاده کردند هم جمهوری اسلامی خیال داره استفاده کنه در بهترین حالتش اگر که یه مقداری تدبیر مقائل بشیم برای اظهارات آقای خامنه ای این هست که فقط قصد ترز... یعنی این تهدید رو یه مقداری مجدد زنده بکنه یه هم پاسخی باشه به تندروهای داخلی اطمینان خاطری باشه برای اونا که نه ایران بدون پاسخ هم نخواهد گذاشت این حمله ها ولی از طرف یه مقداری این رو به تعویق بندازه همین عقیده من اظهاراتی که گفته امروز برای همین مقصود صدق میکنه کافی است درست پس مورد نو جدید و تازه را خانم امان شما دریافتین در سخنانی امروز خامنه ای یا خیر یعنی تفاوت را شما در چی خلاص هم در موزی گریه ببینید یک وجهی به عقیده من در صحبتاشون بود که انگار این رو مثلا به عهده کارشناسان کشور میذارن ولی خب به عقیده من بیشتر عادی یعنی گروه هایی که مخاطب آقای خامنهای بیشتر داخل ایران بود و بعد اینکه این اطمینان این, این تصور رو هم ایجاد نکنن که ضعفی وجود داره یه مقداری یا فکر کنن که نه دستگاه دفاعی و پدافند ایران به کلی نابود شده و امکان پاسخگویی نیست یه مقداری ببینید همین اتفاقی که الان افتاده این گمان زنی رو به حال دامن زده که نه خب ایران پس لابد تصمیم داره برای پاسخگویی به اسرائیل بعقیده من بیشتر مخاطب های داخلی داشت سپاسگزارم شما خانم امان خب بله با چند مسئله میمانه همین حملی را که اسرائیل انجام داد بر جمهوری اسلامی یک حمله است که خب در اول به نهف خیلی هم ازش نمیدانستیم ولی با گذشت زمان آیسته آیسته باز شد که چگونه یک حمله بوده بیاین که از اینجا آغاز بکنیم واقعا این حمله چقدر آسیب جدی بر سیستم های دفاعی جمهوری اسلامی وارد ساخته شما به عنوان کارشناس امور نظامی و راهبردی این حمله را تحلیل میکنید اون که نمیشه کتمان کرد اینی که این حمله که به حال اسرائیل با بیش از صد هواپیما و پهباد و در سه موج این رو انجام داد و ماها براش تمرین کرد در گذشته و اسرائیلی هم کتمان نکردن گفتن ما این کار رو داریم میکنیم و ولی خسارتی رو وارد کرد یکی از خسارت های عمده به باور من در ارتباط با پدافند هوایی و این از جهاتی باید نگران کننده باشه برای جمهوری اسلامی به طور کلی برای ایران برای اینکه ایران نیروی هوایی نداره یعنی نیروی هواییش واقعا فرسوده است، هواپیمای جدید نداره اسرائیل نیروی هوایی بسیار قوی داره تکنولوژی پیشرفته رو به کار میگیره انواع و اقسام کمک ها رو از آمریکا و دیگر کشورها دریافت میکنه در این امور تجربه بیشتری داره این صدمه ای رو که به, به حساب پدافند هوایی زد گفتم خیلی کلاسیک بود اینو به زبان انگلیسی میگن سی اد اس ای ای دی و دی اد دی ای ای دی یعنی به سرکوب و ناکارآمد کردن پدافند هوایی و بعد نابودی پدافند هوایی یک روش کلاسیکه این رو انجام داد این باعث باید نگرانی باشه برای اینکه ایران تکیه کرده بود واقعا به رادارهای زود هنگام خودش و به اضافه اسیصد که مهمترین ابزار پدافند هوایی بود ولی اسرائیل با توجه به توانایی که داره اجازه بدید اینو ذکر بکنم که حتی برای نفوذ که از طریق سوریه و همینطور از طریق عراق نفوذ کرد در موج اول به باور من برداشت من هست اصلا مجبور نبوده که واقعا به حریم هوایی ایران وارد بشه برای اینکه با استفاده از موشک بالستیک هوا پرتاب مثل مثلا اسپارو یا موشک دیگری که در دا اختیار داده و بود فوقلادی دارن که بعضی از اینا بودشون به 1300-400 کیلومتر میرسه این میتونه از راه دور بدون اینکه حتی به اون حریم 300 وارد بشه هدف ها رو بکوبه که اینجوری کوبید و بعد موجای دوم و سوم صورت گرفت این یکی از نگرانه های عمده است نکته آخر این که این رو نتانیاهو به سراحت و همینطور جنرال های اسرائیلی به سراحت گفتن نتانیاهو در مراسم اعطاع سردوشی به افسران جدید ارتش گفته بود که از این به بعد آزادی عمل بیشتری داریم نسبت به گذشته برای انجام عملیات در ایران درست پس آقای آریان سوال می در رابطه حتما در بخش های بعدی بیشتر صحبت میکنیم ولی واقعا چگونه شما امکان پذیر دانید وقتی که اسرائیل ادعا میکنه که بیش از صد هواپیما و جگنده هاش به نحوی در این عملیات ازشان کار گرفته شده یعنی واقعا اینا تانست وارد حریم هوایی جمهوری اسلامی شود و اونجا مستقیما دست به حمله بزنه یا این احتمال دیگه که شما از راه دوری حمله را انجام دادن این امر امکان پذیر میبینید یعنی در کلیت اگر این تعداد هواپیما میخواست وارد حریم هوایی جمهوری اسلامی شود یا شاد این امر چقدر امکان پذیر بوده توانایی های جمهوری اسلامی به خاطر دفع این چنین یک حملی از نظر شما در چه حد و سطحی است حالا ساده تر شده موج اول رو که اینا انجام دادن در موج دوم و سوم به حال از پهباد هم حتی استفاده کردن و همینطور که خودشون ادعا میکنند هواپیماهای استلت یا پنهانکار اف سی و پنج اینا هواپیمای اف سی آدیر اینها حتی اظهار کردن که وارد حریم هوایی ایران شده وارد به حساب حریم تهران حتی شده و نقاطی رو هدف قرار داده این یکی از نگرانی های عمده است که اینا میتونن این کارها رو انجام بدن در ضمن مهمترین مسئله ای رو که اینجا مطرح میشه من باز هم رجوع میکنم به صحبت رو که نتانیاهو در آخرین بار تو همون مراسم اعطای سردوشی کرد گفته که موضوع هسته ای برای اسرائیل در صدر امور قرار داره و من یعنی نتانیاهو چشمان خود را از این هدف یعنی هدف نهایی در این زمینه بر نخواهم داشت دلی. این یک اشاره میده حالا نگرانی عمده برای ایران این است که هدف های بعدی اسرائیل ممکنه فقط هدف نظامی نباشه ممکنه هدف های زیر باشه و حتی مراکز ای مورد هدف قرار بگیره درست ولی آقای آریان خیلی کوتاه. واقعا باور میکنین که سیستم پدافند هوایی جمهوری اسلامی از بین رفته یا در بحث اون سیصد که مطرح میشه دیگه اون سیستم نابود شده و در کار نیست در جمهوری اسلامی در حالی که مقامات جمهوری اسلامی مسئله را رد کردن اون گونه که به حال بتونه جلوی هواپیماها بیسته به حال ضعیف شده ببینید جمهوری اسلامی انواع و اقسام سیستم های ها داره خیلی سریع میگم باور 373 داره که خودش دوست کرده زیاد نیست سیستم موشکی سامانه 15 خدا داره اس 200 داره s داره. داره ولی جمهوری اسلامی در مجموع پنج تا آتشبار از روسیه دریافت کرد یعنی در سال 2016 هر آتشبار علاوه بر سیستم های راداری و مراکز فرماندهی کنترل که داره دوازده لانچر داره و هر کدوم از لانچرها چهات تا موشک یعنی چهل هشت موشک برای هر آتشبار و پنج تا از این سامانه ها در اطراف کشور اینا پراکنده بوده یکی از اینها را به نظر میرسه که اسرائیل در حمله اول خودش در اسفهان ناکام کرده و حالا ادعا میکنند یعنی نمیتونیم مطمئن باشیم که ما سه سامانه یعنی سه آتشبار دیگر رو هم از بین بردیم بنابراین از این نظر دست ایران کوتاست ولی هیچ کدوم اینها دلیل نمیشود که جمهوری اسلامی توان لازم رو برای پاسخگویی که بیشتر از طریق حمله موشکی خواهد بود نداشته باشه برای اینکه درست. جمهوری اسلامی دست کم چیزی حدود سه هزار موشک در انبارهای تسلیحاتی خودش داره بله سپاس گزار شما قیاریان خانم ممان فکر میکنیم از لحاظ نظامی یک تحلیل و تصویر بسیار درست و واضح را آریانس با ما شما در میان گذاشت وقتی که وضعیت در جمهوری اسلامی این گونه باشه در حالی که نتنیاهو هم تاکید میکنه که اسرائیل دست بازتر داره حالا در ایران پس چی باعث میشه که جمهوری اسلامی فکر و هوای درگیری دوباره یا پاسخ دوباره به اسرائیل را داشته باشه از کجا این فکر از همون اشتباه های گذشته حال از این ناشی میشه البته من باید اعتراف بکنم من حمله قبلی ایران رو واقعا پیش بینی میکردم که اتفاق نیفته پیش بینی من این بود که ایران یه مقداری این رو به تاخیر خواهد انداخت منتها خب هم افکار عمومی داخلی و هم تصوری که براشون مهمه در جهان خارج به جا میذارن احتمالاً آقای آریان یه اشاره کردن ببینید یه مقداری اینها سایت های یعنی منابع نظامی دارن که آشکار هست در موردش حتی تبلیغ میکنن در موردش اعلام میکنن سعی میکنن به صلاح یه مقداری این رو به نمایش بذارن به طور عمد یک بخش هایی هم احتمالا یعنی یا لاعقل میخوان این تصور رو ایجاد بکنن که یک منابعی دارن که اعلام نشده یعنی میخوان احتمالا افکار عمومی داخلی رو حالا امیدوارم در بهترین حالتش این باشه فقط بخوان افکار عمومی داخلی رو اطمینانی بدن که نه ما این ادعایی که اسرائیلی ها میکنن درباره میزان خسارت هایی که وارد کردن به ایران تا این حد نیست احتمالا یه مقداری روحیه دادن هست و بعد ببینید چقدر موثره یکی اینکه مقطع زمانی عرض کردم در بخش قبلی که در آستانه انتخابات آمریکاس وضعیت بسیار حساس هست یک نظرسنجی من امروز صبح میخوندم که بخش بزرگی از واقعا افکار عمومی آمریک اسرائیل با حمله های بیشتر و گسترده تر به ایران مخالفتی ندارند خب البته به شرط اینکه آمریکا هم یا توش مشارکت داشته باشه یا به طور مستقیم حمایت بکنه بر بخشی از این نمایش هست بخشی هم اعتمالا این ایجاد این تصور هست که فرض کنید منابع اعلام نشده دارند. در مورد برنامه هسته ایران که ببینید نگرانی از اون چیزی که منابعی که اعلام شدن زیر نظارت آیه آژانس ای 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 بین انرژی اتمی هستن که اینها به حال دارن مانیتور میشن هنوز هنوز دارن نظارت مستقیم روشون هست نگرانی این هست از به تاسیساتی که اعلام نشده که از دید آژانس مخفی مونده این هست یه مقداری اعتماد هم در به نظام جمهوری اسلامی یا, یا چیزایی که مدارکی مستنداتی که وجود داره یه مقدار تردیدهایی هم وجود داره واقعا ش... الان اعتمالا صحبت های آقای خامنه ای این چیزها رو تشدید خواهد کرد یکی دیگه اینکه این که عضو میخوام از حضورتون حالا واقعا ممکنه به صورت پاسخ متعارفی که انتظار داریم پاسخی در حد جنگاوری یا جنگنده هایی که مدرنی که اسرائیل داره نباشه احتمالا ضربه های دیگری مورد نظر هست چه میدونم از عراق از جاهای دیگه واقعا میتونن ضربه هایی بزنن و بعد بگن خب اینجوری به صلاح پاسخ ولی دادن ولی اینجوری راه فرار هم بازتر هست که به صلاح انکار بکنند دخالت درش درست ولی ولی خامنه ای گفته در بحث پاسخ ایران به اسرائیل یعنی به نحو اشاره کرده گفته که خب حرکت منطقی منطبق با دین اخلاق و قوانین بین المللی خواهد بود خب چی میشه دریافزی صحبت م. خب اخلاق لابد اینه که به مناطق به غیر نظامی ها آسیب نخواهیم رسوند اخلاق لابد این هست که سعی میکنیم کنیم کشته ای بر جان نذاره ولی ببینید توی رو در رویا روی نظامی که اگر تشدید پیدا بکنه که دیگه اخلاق جایی نداره اصلا مگر اخلاق توی حمله هایی که اسرائیل داشته علیه حماس یا لبنان مگر اخلاق جایی داره در این قوانین بین المللی چی خب ببینید الان توپ تو زمین اصرا... نه نه ببینید من اینو ن... اینجوری نگم الان میخوام بگم یه مقداری ایران دست بالاتری داره به لحاظ قوانین با... بین المللی میتونه بره شکایت کنه میتونه یه مقدار روی دیپلماسی اصرار بذاره پافشاری بکنه حمله بکنه دو... واقعا وضعیت به قایت تشدید خواهد شد و واقعا اسرائیلی ها به عقیده من دیگه اون مانعی که ممکنه در افکار عمومی هم داشته باشن نخواهد داشت و بعد نگاه کنید هر تهدیدی که الان ایران علیه اسرائیل میکنه اتفاقا متحدان عربش رو هم نگران میکنه اینجور نیست که مثلا فکر کنن بقیه کشورها میتونن کنار بشینن ببینن اسرائیل بره ایران رو بزنه یا ایران اسرائیل رو به عقیده من منطقه خلیج فارس منطقه ای که ایران در اون واقع شده به قایت حساس هست و این لفاظی ها بسیار بسیار آسیب میرسونه به منابع خانم امانی مثلا دیگم که داری بس میتونه جالب باشه وی است که رهبر ایران هم چنان تحکید میکنه که کارها چی از لحاظ سیاسی چی از لحاظ تسلیحاتی و چی از لحاظ نظامی یعنی در حال انجام است یا انجام میگیره این چی رو نشان میده یعنی جمهوری اسلامی چگونه بازی میکنه خانم من در حالی که هم از نظامی گپ میزنه ام از تسلیحاتی گپ میزنه و هم از لاز به اصطلاح سیاسی هم صحبت میکنه و هم میگه پاسخ دندان خواد دادم ببینید یک زمانی بودش که حماس فکر میکرد که اسرائیل مثلا حمله نخواهد کرد حمله شد الان همه میگن اسرائیل نتونسته حماس رو شکست بده ایدئولوژی زنده مونده و این واقعیت داره حزب الله هم به همین ترتیب بستگی به این داره که جمهوری اسلامی الان پیروزی رو در چی میبینه؟ پیروزی رو بر در این میبینه که فرض کنید حالا موشک بفرسه چه یه مقداری سفارایی نظامی بکنه یه مقداری وحشت ایجاد بکنه تصور حمله گسترده رو ایجاد بکنه و اسرائیل هم به همون ترتیب زیرساخت های ایران رو نظامی و حالا هستهی و نفتی و این تحسیصات رو از ببره این که نشد پیروزی نه پیروزی این هست که شما بتونید یه مقداری دشمن رو باز دارید بخشی از پیروزی, پیروزی، الزاما تسلیحات نظامی نیست بعضی وقتا دیپلوماسی میشه پیروزی شما موفق بشید اگر افکار عمومی جهان رو یه مقداری علیه فرض کنید عملیات اسرائیل در ایران بسیج بکنید همین که اسرائیل مثلا فرض کنید محکوم شده خب خیلی جهان مورد خشم دولت آقای نتانیاهو واقع شده همین که محکوم شده بعضی وقتا پیروزی در دیپلماسی پی به پیش بردن دیپلماسی است الزاما وگرنه خب جمهوری اسلامی که توان نظامی مقابله گسترده دراز مدت با اسرائیل رو که نداره چون به هر ایالات متحده درگیر این قضیه خواهد شد ایران متحده نداره و خب تسلیحات نظامی آقای آریان کارشناسش هستن ظاهرا اون تسلیحاتی یا اون تجهیزاتی هم که از روزها دریافت میکنن قدرت توان پاسخگویی به آنچه که از ناحیه اسرائیل و آمریکا متوجهشون هست نداره برای همین من واقعا نمیتونم تصور بکنم درست. که چه هدفی دنبال میشه در این زمین سپاس گذار استم خانم ممان چرا دارم این بحث تسلیحات یک پرسش دیگه ایم از شما دارم بعد میریم روی بخشای بعدی جناب آرین میشه چون این تصور کرد که جمهوری اسلامی هنوز امکانات داره از لحاظ تسلیحاتی که اونا رو بروخ نکشیده امکانش هست ولی بذارید یه نکته رو روشن بکنم جمهوری اسلامی به باور من برداشت من اینه که میخواد پاسخ بده سعی خواهد کرد در این پاسخ که مانند گذشته اهداف نظامی رو به حال بکوبه در اسرائیل برای اینکه هر گونه حمله خارج از این هیته یعنی اگه شما بیایید خیلی به زبان ساده بگیم 200 تا 300 تا موشک بالستیک پرتاب بکنید به هر جای اسرائیل به هر کدوم از شهرهاشون حالا هدفهای نظامی غیر نظامی به هر صورت این یعنی کشتار به راه انداختن و این دست اسرائیل رو برای هر نوع حمله باز میکنه تمام کشورهای اروپایی آمریکا و دیگر کشورها میرن پشت اسرائیل و این بسیار خطرناکه جمهوری اسلامی فکر میکنم که این رو میدونه بنابراین اگر واکنشی نشون بده در ارتباط با حمله یعنی به موازه نظامی خواهد بود که شاید امیدش به این هست که اسرائیل پا فراتر نذاره وقتی که پاسخ میده یعنی نره... بگذارین که همین در, در چوکات یک پرسش مطرح بسازم اگر جمهوری اسلامی حمله کنه چی خواهد شد؟ جمهوری اسلامی دلیلش رو گفتیم فقط حمله خواهد کرد برای اینکه پاسخی داده باشه برای اینکه فکر میکنه اگر پاسخ نده باز هم اسرائیل حمله میکنه پاسخ هم بده باز اسرائیل حمله میکنه مسئله اینه این رو بعضی ها ممکنه اینجوری عنوان بکنه که در این شرایط خوب این ابلهانه است که شما در هر صورت اسرائیل به شما حمله خواهد کرد و ضربه میبینید خب چرا میخواید حمله کنید مترادف این بدیل این تسلیمه و جمهوری اسلامی چون این نظری نداره در ارتباط با وجهی که برای خودش تصور میکنه در منطقه و جلوی گروه های نیابتی و به طور کلی گروه هایی که در داخل هستند مجبور پاسخ بده اما یک نکته ای رو که خانم و همان اشاره کردن و در, در صحبتمون شد بذار اینو خیلی سریع بگم در ارتباط با اهداف نظامی که به باور من اسرائیل سعی میکنه از این موضوع استفاده بکنه اسرائیل به تنهایی قادر نیست برنامه هستهی ایران رو کل پا بکنه یعنی به طور کامل از بین ببره میتونه صدماتی بهش بزنه خساراتی وارد بکنه ولی نمیتونه از بین ببره علت خیلی خلاصه کسرت هدافات در سراسر ایران هست مراکز هسته ای از نظر جغرافیایی اسرائیل به تنهایی نمیتونه این کار رو بکنه برای اینکه بمبای بمب استراتژیک نداره که بتونه مثلا جایی مثل فوردو که 60 متر به زیر زمین فرو بره و در اونجا بخواد این به حساب مرکز رو از بین ببره این کار باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی دسترسی خودش رو به سلاح هر هرچه بیشتر نزدیک بکنه و نتیجه معکوس خواهد داد دوست. ولی این کار با همکاری آمریکا امکان پذیر هست و با فرشی بنابراین وقتی در مورد تسلیحات هستی ای و مراکز هسته ای صحبت میکنیم به اسرائیل اگر اسرائیل این بار مراکز هسته ای را نزده و یا در آینده بخواد نزنه این به این معنا نیست که بعضی ها توجیه میکنن که اسرائیل اومده خوش خدمتی کرده به نخواسته در حالی که میتونسته این کار رو بکنه بله. جواب این است که اسرائیل نمیتونه به تنهایی این کار رو انجام بده درست جناب باریان دو, دو مسئله ولی که خب امریکا اعلام کرده که بمب افکن های بی 52 دوره و می رقم سخرسان را به منطقه ازام میکنن تا در اونجا باشه خب یک خبر بسیار جدی میتونه برای جمهوری اسلامی باشه ولی یک مسئله دیگه آریان صاحب چقدر فکر میکنین که پس از اینکه اسرائیل حمله کرد به جمهوری اسلامی تلاش کردن که حمله را بسیار ناچیز و کم اهمیت جلوه بدن در حالی که بعد خامنه ای واکنش داشت در رابطه چقدر فکر میکنین که در ذهن استراتژیست های جمهوری اسلامی این میگذره که شاید توانایی نظامی دفاعی اسرائیل از فراتر نره و جرات بکنن که دست به حمله دیگه بر اسرائیل بزنن در حالی که پای امریکا است در اینجا چیزی که شما گفتین اون حرفایی را که در ابتدا پس از حمله زدن برای اینکه واقعا ازیابی درستی نداشتن شما بعد از حمله باید مسئله رو ازیابی بکنید همینطور برای اسرائیل باید ازیابی بکنید با توجه به تصاویر ماهواری ببینید که خساراتی رو وارد کرده مثلا چند درصد بوده اون هدف زده 60 درصد درست هفتاد درصد جمهوری اسلامی هم به همین صورت ازیابی درستی نداشته اون رو باید کنار گذاشت حالا با ازیابی متوجه این مسئله شدن در مورد اون بمب افکنای بی 52 رو که حالا آمریکا بمب افکنای استراتژیک بی 52 استراتو فورترس رو فرستاده به منطقه این دو تا بود داره یکی همون در راستای استراتژی چماق بزرگ آمریکاست که همیشه استفاده میکنه که طرف مقابل رو بگه که ببینید اگه کار خطایی بکنید من این چماق بزرگ رو تو سرتون میکوبم ولی هدف نهایی و اصلی و به طور کلی ترساندن ایران هست که این بمب ها در منطقه هستند همینطور که ناوهای خودش داره زیاد میکنه گرچه ناو هواپیمابر آبراهام لینکن داره از منطقه خارج میشه ولی ناوهای دیگه هستند این بمب افکن به حساب بی 52 استراتژیک به اضافه سوخت ها این میتونه یه سیگنالش باشه به ایران که اگر لازم باشه من وارد جنگ خواهم شد یا اینها رو در خدمت اسرائیل خواهم گذاشت که هدف نهایی رو در ایران بخواد اعمال بکنه که اون برای نتانیاهو از بین بردن مراکز ای و ناکام کردن به کلپا کردن به طور کامل برنامه هستهی ایران است. سپاس کدار است خانم امان یک سوال دیگه هم داری بس خوشحال میشم که نظر شما رو بدانم در گذاشته به نحف این رویارویی مستقیم بین اسرائیل و جمهوری اسلامی یک امر دشوار به نظر می رسید ولی پس از این چند حمله که صورت گرفته چقدر دیگه حالا دو طرف به اصطلاح خو کردن یا عادی شده برشان این رویارویی و چقدری خطرناک میتونه باشه بله آقای آریان هم اشاره کردن خیلی نکته مهمیه ببینید یک زمانی قدرت ایران آنچه که بزرگ نمایی می شد این توان حزب الله به ضربه وارد کردن به اسرائیل نمیدونم حماس میتونه این کار رو با اسرائیل بکنه که متحدان ایران میتونن این کار رو بکنن همه اینا تموم شد دیگه واقعا شکسته حالا ایران میتونه ادعای پیروزی بکنه بگه نه خب ایران اسرائیل نتونست حماس رو نابود بکنه نتونست حزب الله رو نابود بکنه ولی اینکه پیروزی نشد خب به عقیده من یه مقداری این صد شکسته شده دو کشور نباید وارد این مرحله می شدن منتها خب یه مقداری تندروهای دو طرف به عقیده من یه بخشیش هم خطای محاسب است ببینید آدم الان میشینه به عنوان من با منطق تحلیل بکنه مثلا بگه که نه ایران به این دلیل به این دلیل احتمالا عکس نشان نخواهد داد ولی واقعا دو طرف دریای غافلگیر غافلگیری بودند به عقیده من بلی. هم تندروان اسرائیلی و هم تندروهای داخل ایران و بعد عرض کردم مقطع زمانی که الان ایالات متحده باهاش رو بروه همه چی به آسانی میتونه یک فضایی رو ایجاد بکنه که از کنترل خارج بشه دیگه به قول آقای آریان دفعه دیگه که نمیتونید برید بگید چه میدونم مثلا حالا 200 تا موشک بفرستید و سعی کنید به مناطق به مناطق نظامی، غیر نظامی نخوره دیگه راه رو باز میکنه برای اینکه بحران وخیمتر و بسیار درست. بسیار گسترده تر بشه. درست خانم امان یک, یک مسئله دیگه امین اتش جنگ خواهی. بین هر دو طرف از کجا میره؟ مثلا ام خامنه ای پافشاری داره ام نتانیاهو پافشاری داره این اتش از چی است ببینید به عقیده من بخشی از بخش گسترده ای از حاکمیت جمهوری اسلامی ادامه حیاتش رو در ایجاد بحران میبینه ببینید بدون بحران واقعا دیگه مشکل, مشکل موجودیتشون در نتیجه فرض کنید حالا تهدید این یا آن و بعدش هم مسئله اسرائیل و مسلمان و فلسطینی ها برای ایران یک مسئله سیاسی بوده واقعا ببینید اون حساسیتی که ایران در مورد مسلمان فلسطینی ها داره در مورد شیعیان افغانستان نداره مثلا شیعیان پاکستان نداره میخوام بگم ایران به تو هدفمند یک جاهایی رو در جهان بر اساس موازه سیاسیش تعیین کرده وگرنه درست. خب نگاه بکنید درسته با وجود وضعیت وحشتناکی که و اجهافی که علیه فلسطینی ها اعمال شده جمهوری اسلامی خب فاصله زیادی داره و جمهوری اسلامی که نمیتونه دلسوزتر از دایه دلسوزتر از مادر باشه جمهوری اسلامی که نمیتونه بیشتر از کشورهای عرب دیگه دلی. بخواد نگران وضعیت فلسطینیا باشه و, و, به طور مشخص عزم میخوام اجازه بدین اینم اضافه کنم که حمایت های این لفاظی ها موازه سیاسی جمهوری اسلامی به منافع فلسطینی ها خیلی آسیب رسونده واقعا به درست. مسلمانان تحت ستم بسیار بسیار آسیب رسونده و مونده که کی جمهوری اسلامی از این درس بگیره درست ولی خانم امان یک مسئله دیگه بحث آمریکاست. بیشتر از ب... تیاره های بی 52 یا جنگنده های راه بردی بی 52 واریانت را کردیم خب در گذشته هموار آمریکا به ایک نحوه با اسرائیل استاده و تا این مسئله بارها یاد شده دیدیم که در خود جمهوری اسلامی هم مسئولانشان از روسیه گلایه کردن و نزدیکی اسرائیل امریکا را به عنوان یک مثال یاد کردن با توجه به آنچه که فعلا در امریکا جریان داره برگزار شدن انتخابات و به یک در گومی سیاسی که در آمریکا رخ داده یا بگویم فعلا جاری است اگر حمله صورت بگیره موقف یالات متحده چی خواهد بود؟ به نظر من این بدترین سناریوی ممکنه و بزرگترین خطای محاسبه جمهوری اسلامی تصور این که به خاطر وضعیت انتخابات آمریکا ایالات متحده وارد عمل نخواهد شد یا فکر میکنن که اون جنایی که نمیخواد جنگ طلب به نظر بیاد سعی میکنه یه مقداری مماشات بکنه اولا که تا ماه ژانویه دولتی سر کار نخواهد اومد یعنی همین دولت ادامه خواهد داد احتمالا واقعا ممکن نیست یک حرکت اینچنینی آمریکایی، یعنی دولت خانم هریس رو اگر انتخاب بشه به همین به سمتی برونه که اصلا در مقابل جمهوری اسلامی ضعیف جلوه نکنه بقیده من بسیار بسیار مسئله بحرانی و خطرناکی خواهد بود و امیدوارم اینا هر محاسبه هم که دارن فعلا عملیش نکنن سپاس گذارستم جناب آریان جنبندی وست با شما باشه آریان صاحب در مورد روز حمله شما چگونه تحلیلی دارین؟ واقعا قبل از انتخابات امریکا خواهد بود یا بعد از انتخابات امریکا؟ دقیقا واقعا نمیدونیم ولی بیشک جمهوری اسلامی یک به حال نگاهی به نتیجه انتخابات داره ولی همینطور که شنیدیم از خانم امان این اصلا هیچ تفاوتی نمیکنه فارغ از اینکه چه کسی در کاخ سفید باشه آمریکا تمام قد همیشه همواره با یک قدری جرح و تعدیل بسته به اینکه چه زبی سر کار بوده از اسرائیل پشتیبانی کرده و خواهد کرد مسئله اصلی اون چرا که من میبینم جمهوری اسلامی الان ممکنه کاری رو انجام بده مثلا در مورد گزارش شده بوده که یک حمله خیلی کوچکی از طریق گروه های نیابتی یا شپ نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی از طریق عراق انجام بده که این هم خب چند روز پیش سه تا پهباد فرستادم به طرف اسرائیل و در نهایت خودش این کار رو انجام بده ممکنه امکان داره اینا همه پیشبینیه که بعد از مثلا پنج نوامبر به حال یک حمله ای رو انجام بده که حمله مثاب کلاسیک محدود صرفا به حساب مناطق و اهداف نظامی در داخل اسرائیل باشه و این کار رو انجام بده برای اینکه واقعا گریزی نداره آلترناتیوش همینطور که گفتم حال تسلیم خواهد بود و جمهوری فکر چون این چیزی رو نداره و میتونه یه تعدادی حال موشک پرتاب بکنه ولی بایستی منتظر پاسخهای اسرائیل باشه و اسرائیل حال پاسخ خواهد داد در حساب جمله آخر من اینی که اسرائیل برغم این جنگهایی رو که کرده در غزه و همینطور حزب الله حتی قدنامه 1701 رو هم بخواد عملی بکنه و حزب الله بره پشت رودخانه لیتانی در نهایت در یک نگاه کلی و تحلیل نهایی تمام اینها مسکن هست درست مسئله امنیت اسرائیل رو حل نمیکنه و با دوام نخواهد بود اسرائیل داره کارهایی میکنه حتی این حمله ایرم که به میکنه که فقط یه قدری مسئله رو باز نگه داره بتونه شهروندانش برگردن ولی درست از اون زمان 1948 کماکان دست اسرائیل روی ماشه خواهد بود به یک کشور پادگانی باقی خواهند بود مگر اینکه بخواد راه حل دو کشوری رو بپذیره در این صورت صاحب بیاد دارم میانی بله. آرامش را نخواهد دید. بله به دارم می تحلیل شما را در یک از برنامه گذاشته گذشته این مسئله رو روی اشاره کردین که دقیقا نوزا به مو طرف روان است ولی جناب آریان باز هم شاید چند حمله موشکی از جانب جمهوری اسلامی خواد بودیم اگر چنین باشه تحولات یا وضع امنیتی خاورمیانه چگونه میشه وضعیت خاورمیانه به همین صورت باقی خواهند ماند اگر جمهوری اسلامی اینا پیش منه حمله را بخواد انجام بده اسرائیل هم پاسخ بده در این بین یک گشایشی پیدا بشه کما اینکه دارن صحبت میکنن که قرار اسرائیل با حزب الله یا به طور کلی با دولت و لبنان به یه توافقی برسند به یک آتش بسی برسند که اونم به هر حال پایدار نخواهد بود و یا در ازای اون به حساب 28 روز وقفه در بله. به حساب جنگ غزه و آزادی هشت گروگان اونجا هم به نتیجه برسن ممکن است که جمهوری اسلامی اینها رو به نحوی در رسانه های داخلی نوعی پیروزی قلمداد بکنه و بخواد از حرکات بیشتر یا عملیات بیشتر علیه اسرائیل یا حمله بخواد جلوگیری بکنه دراست. یا اینکه اونقدر گسترده نباشه بنابراین باید یکی از راه ها واقعا که حل موقتی این مسائل است و نوع گشایش در منطقه در این وسط اون دلی. چه که کارساز میتونه باشه دیپلماسی است ولی آمریکا به دنبال این کارها نیست در تحلیل گوزار. نهایی آمریکا سپاس. واقعاً از یه دست میده از دست دیگر می با دست پس میزنه و آرست و خانم امان که در دیدگاه همشب مهمان من بودید تا دیدار بعد خدا و نگه دارد.